صبح بیدار شده ببینیم تبدیل شده به جنس مخالف. اگه تو همین شرایط من پسر باشم خب کار خاصی که نمیتونم بکنم بجز اینکه یه دوست پسر داری که واقعا فوق العاده دوستش داری. سلام سلام دوستای خوشگلم، خوش اومدیم به کانال یوتیوب من. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. خب امروز قراره که چند تا سوال چالشی از مانیا بپرسم. اول تو یا من؟ حالا جریمه رو بگیم. میریم توی این چیز مارکت کنار خونه است، همچه آدم هم هست اونجا شروع میکنی به دست زدن و رقصیدن. هر کی با نو گاد قبول دیگه. اینم جریمه‌ای بود که خودتون توی لایو بهمون گفتین که سوال یک. آقا هر کسی که دو تا سوال جواب نده جریمه‌اش اونایی که گفتم. 1 2 3 سنکارت قچی. سنکارت قچی. سنکارت قچی. 1 1 سنکارت قچی. 2 1 سنکارت قچی. 3 تو بسار. خب دو تا سوالی که دوست داریم همیشه ازت پرسیده بشه ولی هیچ کس سوالو نپرسیده ولی دوست داری جوابشو بدی بگو. وا 5 دقیقه هم بیشتر تایم نداری، زود باش. خب من همه سوالا رو جواب دادم. نه 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 دقت مخفی نکردم واسه کسی چیزی رو. مریسا به خدا من اینجوری هم. من رو بازی می‌کنم. اینم مریسا همه آدم هم برای خودشون یه چیز شخصی دارم. من هیچ چیز شخصی من مثلا چیزی که جواب نمیدم اینه که آیا اکس سابقت پولتو برگردون؟ نه هنوز برنگردونده. پس تو همین ویدیو داریم تهدیدش کنم؟ تهدیدت نمی کنم ولی من به کارما با گذارم. چیکار کنم؟ بیا ببینم. کارما حواسش هست ولی به نظر من کارما جواب نیست. به نظر من باید بریم حقمون از گلوش بکشیم بیرون. اگه قرار باشه کارگردان یه فیلم باشی چه نقشی رو به من میدی؟ نقش یه خانم پولدار لاکچری، ماشین شاسی بلند، خیلی یه سره داره برای خوش خرید میکنه. بعد خیانت هم میکنه؟ نه 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 چون خیانتی نیست. نقش یه دختر پولا رو داری قطعا ولی این پول مال شوهرته. از اون موزی ها که مثلا دوتا دوست داره مثلا هم اون طرف آدم خوب است هم طرف آدم بد است ولی خودش هم خوبه. یعنی ولی میره دیگه، دوست داره بره بیاد. اگه یه روز صبح بیدار شی ببینی کلن تبدیل شدی به جنس مخالف، خب 5 تا از خطرناکترین کارهایی که اون روز انجام میدی چیه؟ اولین کار که میکنم میام تو رو با من بگو از لحظه های مبنم کودکیت که دیگه از این سوالا نپرسی. دا این که تمام دختره که روشون کراش داشتم و استفاده میکنم. You are gay. اگه تو همین شرایط من پسر باشم خب کار خاصی که نمیتونم بکنم بجز اینکه 5 تا قرار بود بگی ولی خب پس ما اون 5 تا حساب میشه یا نمیشه؟ 5 نفر تو 5 حساب میشه یا نمیشه؟ اوکی برو میتونی حساب نکنی. نه قرار بوده برو. خب من فکر کن که یه دوست پسر داری که واقعا فوق العاده دوستش داری توی رابطه عاشقانه ای باهاش، بعد در رو میری خونه باز میکنی میری با دوست سر میری. پای خیلی سخته. پای دوست تو میبخشی یا دوست پسرتو میبخشی؟ پسرم خیلی دوستش داری، دخترم دوست صمیمی داره. خب نمیبخشم. خب مجبوری باید یک نفرشونو ببخشی. خب جفتشونو میبخشم ولی خب دیگه هیچ وقت نه با باشون هم ارتباط داشته باشی. نه آقا این سوال منه. من دارم اینجوری میشه؟ آره من دارم اینجوری میپرسم. مریسا اصلا همچین چیزی محاله که تو بری خونه ببینی دوست پسرت با دوست با یه دختری که رفیق صمیمیت خوابیده با هم دوستن نخوابیدن، یعنی چه داشتم مکلاب دیگه بدتر. کاش میگم که خوابیده بود خستم خوابیدن. چطوری تو میتونی الان من این سوالو پرسیدم تو میتونی بگی من نمیتونم جواب بدم؟ میتونم جواب بدم. بستگی داره به اون دوستم کدوم دوستم میکاری کرده باشه. فکر کن من نه تو رو میبخشم. واقعا تو رو میبخشم ولی خب خیلی چیز اینطوری سوسکی ازم دوست سوسکی ازم دوست. تو فقط کافی به من بگی من دو درستی تقدیم. مثل یه سوال بی تربیتی یکی از بچه ها پرسید اسم دو تا آدم معروفی که همه میشناسن. وای تو خیلی آدم احمقی. اسم دو تا آدم معروفی که همه میشناسنش و تو باهاشون بودی یا دوست داری باهاشون باشی رو
اسمشونو بیا. من این سوال جواب نمیدم. امیدوارم فقط این من این سوال جواب نمیدم. دست خودت نیست، من چه قانونی نه دیگه، من میبازم. خب چون اون طرف هم آبرو داره، منم آبرو دارم و هر چیزی. خب باشه، طرف باید از خودش هم باشه. این دفعه به این خوشگلی خوشش میاد. اونا نمیدونن قدرم. و از کدوم دنسر ایرانی بدت میاد؟ الناز قاسمی. الناز جان برای ایشون یه روزی ببین بعدم نمیاد. من نگاه نمی کنم کلیپاشو، یعنی برای من میفرستن، من فقط اینطوری هم. ولی دلم میخواد دوربینو برگردم این سوالو بپرسم و یه لحظه برگردم. مانیا چرا از پسر سیاه‌پوست خوشت میاد؟ اونجا سه تا سیاه‌پوست هم نشسته. چرا واقعا؟ مثلا اینا رو من اصلا ندیدم، ولی الان حواس منو بهشون پرت کرد. چون احساس میکنم که خیلی جذابه. شما بپرسید. دو تا انتخاب داری که تا 6 ماه بعد این دو تا رو انجام بدی. یا اینکه باید 24 شلوار پلنگی منو گوش کنی با صدای بلند باشم برقص. عشق جنگی شلوار پلنگی. یا اینکه اون پسر اسمش چی بود که تولد مهلا رو هم داشت و تولد مبارک پرس پولیسی من چی بود؟ دو آتیش اسمش رو نه من شلوار پرنگی گوش میدم. خب نه ادامه شو گوش نکرد. یا به اینکه با اون شیش ماه همخونه بشین، نه که رابطه داشته باشین، همخونه باشین، یعنی مثلا تو خونه داری زندگی میکنی اونم هست، بعد داره ویدیو میگیره و اعصابت رو. من شلوار پلنگی رو انتخاب میکنم چون اصلا حوصله آدم های ولی با صدای بالا باید گوش بدی. البته میدونی 24 ملیسا ببین تو الان میگی چون اصلا تو الان داغ نمیاد که مثلا البته میرم با اون ویدیو میذارم تازه پیج هم میره بالاتر. نه این پسر رو انتخاب. مطمئنی؟ نه میبینی دیگه تو براش یه کولو نه شلوار هم شلوار پلنگی خیلی خفش کم داره. بچه ایشون تحت پوشش منه هیچ جا نمیره، موزیکم برد نمیشه. احمقانه ترین کاری که جلو آینه انجام دادی چی بوده؟ اونی که قایمش داری میشه خوزی شما سکسی اومدم. اگه قرار باشه دو نفر تو این انسان آنفالو کنی کیا رو آنفالو میکنی؟ دوست که نمیخوام بگم چون به حال دوستیم دیگه، ولی آشنا. اگه بخوام همه رو آنفالو میکنم. دو نفر رو که با لایف استایلشون حال نمی کنی ولی فالوشون دارید. خیلی ها رو تو رو درواسی فالوشون دارم و ببخشید چون آنفالوشون میکنم. یا میشه خودتون بری؟ البته میدونی چیه، انقدر که زیاد فالو دارم وقت نمی کنم ببینم کسی که پی بی منم هستن اونا واقعا برام با ارزشن. من که پی بی نیستم. چرا هستی؟ تو فالو نکردی ولی من دارم چون تازه زدمش. تو الان منو فالو داری از پیج پی بی؟ ملیسا بعد این موضوع قد میخواییم بهت نشون میدم. اگه نداشتم یه ویدیو میگیریم یه چک میزنید گوش من. یکی مامانم رو فالو میکنم چون همیشه هر چی استوری میذارم هم میاد میگه چی گذاشت اینو پاک کن بچه اینجا رفتی بچه این کار کردی. مامانم رو فالو میکنم. یکی دیگه که آم فالو میکنم شوهر خالم. مانیا باید یه چیز بهم بگی که تا حالا بهم نگفتی یا نمیخواستی بهم بگی هیچ موقع. ایراد بگیرم یعنی من یه رازی بود یه چیزی که نمیخواستی تا حالا بهم بگی. راز الان کلا سوالت فرق کرد، تکلیفتو مشخص کن. سوال چی تا یا بچه شما به نظر من مانیا باید یه چیز به هم بگی، یه رازی رو به هم بگی که تا حالا به هم نگفتی. این بوده بچه ها عوض ملیسا چیزی که نوشتی رو بپرس. مانیا جانم باید یه چیزی رو به هم بگی که نمیخواستی به هم بگی. راز نیست. اوکی باید راحتم بودار شد چیز نبوده که مثلا اینطوری بخوام خجالت بکشم ازه، ولی یه بار میخواستم بشنم باید صحبت کنم در مورد اینکه تو هر جمعی که میشینی صحبت میکنی تو سرمی نشد. من یه نوع پتاش هم زدم دیگه. آف جدی خیلی کار خوبی کرد. کور باش کر باش لر باش. تمام شیشتا تا الان پرسیدم. آخرین باری که به دوستت حسودی کردی کی بوده و چه کسی بوده؟ ببین من کلا حسادت اینطوری ندارم. هر کی از دوستان موفق میشه فقط میگم تو چیت کمتر از اونا، تو هم تلاش کن به اون موفقیت میرسی. اگه حتی شوهر میکنه، اگه حتی یا
یه خونه میخره حتی شوهر موفقیت میبینی؟ نه مثلا بعضی دیگه میگه آره حسادت کرد مثلا فلان، من این اتفاق افتاده که مثلا دخترم میگه که ببین بچی اون احساس کنه تو بهش حسادت کردی، مثلا دوستان بوده گفته فلانی با من قطع رابطه کرده به خاطر اینکه من ازدواج کردم، تو چرا فکر می‌کنی اون داره به زندگی تو حسادت میکنه؟ ولی من به دختری که از من سیاه‌تر باشه زمانی که من هم دارم برونز میکنم اون هم داره برونز میکنم هر جنبه باشه اصلا ببین اینطوری نگاش میکنم. حسادت این رقابته، حسادت این چیه؟ تو مثلا یه کاری بکنی من حسودیم بشه بیام اون کار خراب کنم. تنها کسی که هستی توی دوست این اسام خیلی بیشتر استوریتو نگاه میکنم، خیلی بیشتر لایف استایلتو دنبال میکنم. این نمیدونم چیه ولی همینطوری بچه توی این اسام گفتن و من میخوام ازت بپرسم 5 نفر از عزیزترین کسات و آدمایی که دوستشون داری، 2 تاشون الگوت باشن، 3 تاشون عزیزت باشن. اسم و نیلوفر میتونه دنسر مورد علاقت هم باشه. از لحاظ ورزش نازی، از لحاظ ورزش عزیزا، حاله، خواهرم، منم بودم. 2 تا واکسن داری، هممون کرونا گرفتیم، خیلی حالمون بده. اون 2 تا واکسن فقط میتونه 2 نفر نجات بده. کیو انتخاب میکنی؟ من میذارم وسط، میگم هر کی دوتایی بریه دیگه، بازی خرمش بابا. خب چرا باید جواب بدی دیگه؟ میتونی بگی جواب نمیدم. چه کسایی هستن؟ بگی چی باید بگم جواب ندم که پاشم هم جلو میز اونا شیک بزنم؟ سیاپوس هم هستن خوش بزنم. نیلوفر نازی، حاله، خواهرت، من. قرار باشه یکی رو انتخاب کنم. آره 5 نفرم. خب 5 تاشون کرونا خیلی شدید دارن، اگه این واکسن رو نزنن میمیرن. اوه واکسن کرونا رو دیدی دیگه از نزدیک چجوری؟ من میتونم اونو ترسیم کنم به همه بابا برسه. من این سوالو میخوام سریع جواب بدی، نمیخوام دلیل بیاری. سپیده رو که انتخاب میکنم قطعاً. نیلوفر نازی، حاله، من. من الان نازی انتخاب کنم حاله پوست منو میکنه، حاله رو انتخاب کنم نازی پوست منو میکنه. نیلوفر یکم درکش بالاست، تو هم که اینجای درک میکنی. بسه نازی، حاله، نازی، حاله، نازی، حاله، نازی، حاله، نازی، حاله، حاله. درمنته باشه، قبول میکنم. اگه مطمئن بودی شکست نمیخوری چه کاری رو انجام میدادی؟ بازیگر میشدم. واقعا خیلی دوست دارم نقشای آدم های مختلف رو توی دنیا بازی کنم. یه آدم فقیری، آدم پولداری، فلانی. چون زبان ترکی خوب نیست و تو ایران هم بدون حجاب نمیشه کار کرد. زبان انگلیسی تو خوب کن، برو بازیگر خارجی شد. خول بودم واقعا؟ من دنسر هم خوب برکار برم، از اجرا خوشم میاد، از اینکه دیده بشه، آرتیست باشم. اگه آقا بودی چه شغلی رو انتخاب می‌کردی و چه ویژگی مرد رو خوشت میاد که فکر می‌کنی اون ویژگی رو زن‌ها ندارن؟ تجارت می‌کردم قطعاً، و چون واقعا من خودم مثلا یه دختر قوی می‌بینم، همیشه مثلا یه مرد قوی هم از دید من یه شکل دیگه است، برای همین حس می‌کنم که وقتی اون کاراکتر رو داره پس منم می‌تونم داشته باشم. ولی در کل اگه بخواییم حساب کنیم خانوم ما رو با آقایون، ویژگی که مردها تو این قضیه کم برترن اینه که منطقی تر فکر میکنن، منطقی تر تصمیم میگیرن. اگه اون مرد تصمیم بگیره یه کاری رو انجام بده، واقعا در مورد یه آدم موفق، یه مرد موفق صحبت میکنیم، بخواد انجام بده میره انجامش میده، به خاطر اینکه هدفش، کارش، اولویتشه. ولی خانوما درگیر احساسات میشن. من از یه چیزی که مردا خوشم میاد احساساتشون جداست، کارشون جداست. جداست. و اینکه هیچ موقع این دوتا قاطی هم نمیکنن، راحت میرن. ولی مثلا من یا خانم های دیگر میرم دو طرف رو دارن، هوای دو طرف رو دارن. البته این هم بهت بگم آمدیسان، مثلا مردا هم احساسی هم دقیقا مثل خودمون، منتها اونا از بچگی چون بهشون گفتن که مرد تو مردی، آره تو مردی باید سخت باشی، مثلا همین سعی میکنن که گریه نکنن، احساساتشون رو بروز نکنن. به من هم شد نه؟ بایستا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. اینم پرسیدم. آه یه سوال دیگه هم بپرسم. همینطوری اشتی؟ همینطوری اشتی. خب باشو 5 سال دیگه خودتو کجا میبینی؟ یه لحظه چشاتو ببن. خب اینو من واقعا واسه خودم نوشتم، چون اینو دوست نداری بگی؟ همیشه میگم چی میگن؟ اهدافتو به کسی همشه. نگو، چون مغزت تصمیم میگیره، فکر میکنه تو به اونا رسیدی. خب اهدافتو نگو، فقط بگو 5 سال دیگه خودتو کجایی؟
چشم‌اندازی مثلا از خب من واقعا میدونم کجا میدونم چیه و نمیخوام دهنشو هم بگیرم در گوش من گفت چی گفت یواش شکلی گفت چی گفت فقط اینو بهت میگم یه الگوی خوب واسه دختر جامعه میشه دلالو واسه کسایی که فکر کردن نمیشه ولی با من میبینن که میشه میشه و نه به هر طریقی به هر روشی به طریق مدیسایتاری شاید خیلی سختی کشی شاید خیلی اذیت شد ولی شد بچه خیلی دوستتون داریم مرسی 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 که هستی سالای بیتربیتی هم داشتم من نپرسیدم چون به خاطر که واقعا ولی دور اینو قطع کنی من میپرسم ولی کلا یه چیزی بهتون بگم واقعا هر کسی یه حریم شخصی داره دیگه و ما هم قرار آینده خوبی داشته باشیم تصور غلطی که مردم ازت دارن این سوالو هم جنس کردم خیلی دوستتون دارم مرسی که همراهمون بودیم تا اینجا سالارم شماها پرسیده بودیم میتونیم بازیای دیگه هم بهمون پیشنهاد بدیم چه با مانیه چه با دوستای دیگه همون اینا رو بگیریم لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه چون اینه که به ما انرژی میده ما رو حمایت دوستتون داریم دوستتون داریم خدافظ نکن دارم به کارهای زشتم فکر کنم.